چی بهت میگفت؟ چیز خاصی نگفت بابا. بالاخره یه چیزی گفت دیگه. نه بابا، فقط میخواست با هم حرف بزنه. بعدش گفت یه وقت دیگه حرف میزنیم. این آدم زندگی رو به مسخره گرفته. یا میاد خونه یا یهو جلوی دانشگاه سبز میشه. این آدم آبرویی که این همه سال به دست آوردم و میخواد نابود کنه. گاهی وقتا اینقدر که میترسم دلم میخواد همه رو بردارم و یه جای دور برم. نمیدونم دیگه چه کارایی میخواد بکنه. بابا نگران نباشید، همه چی درست میشه. آره تو هم نگران نباش، فعلا هیجان زده شده. چند روز بعد خودش میره، تو نیاز نیست بترسی. نمیدونم چرا هنوز باش روبرو نشدم، وگرنه دست و پاشو میشکستم. فکر کرده قهرمانه؟ یه بار جلوی من در بیاد میفهمه. احسان بابام خیلی نگرانه، همه دارن راجع به من حرف میزنن. به خاطر من آبرو روزی بزرگی داره میشه. اما تو که تقصیری نداری، تو چرا عذاب وجدان داری؟ خب پس کی باید عذاب وجدان داشته باشه؟ مگه دیگه تقصیر کیه؟ اون به خاطر من میاد اینجا. میدونی توی دانشگاه یه چک با رقم بزرگم آورده بود. بابا جلوی مدیر خیلی شرمنده شد. از اولش هم گفتم باید به پلیس گزارش بدیم. اگه گزارش میدادیم کار به اینجا نمیرسید. احسان گزارش دادن به پلیس هیچ فایده ای نداره. بابا میگه برعکس خودمون اذیت میشیم. دارم فکر میکنم یکی باشه که مانع اون بشه. میتونه باهاش مقابله کنه، بهش بگه که چقدر داره اشتباه میکنه. ببین من هستم، فکر نکن که تنهایی. من کنارتم، درکت میکنم. اگه اومد یا اذیتت کرد فقط بهم خبر بده، فوراً میام اونجا. واقعا میای؟ یه بار صدا بزن و ببین. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.